نعمت‌های خوب و مفید و ارزشمندش، چون تشکر از خداوند همیشه مایه خیر و برکت، مایه رشد و توسعه و توانمندی، سعادت و خوشبختی و مسئولیت و خاتمه به خیری بوده. آیات قرآن در حقیقت فرمولی است و قاعده است برای بهینه ساختن زندگی ما و شما، زندگی فکری، زندگی روحی و روانی، زندگی مادی ما و شما، همه ابعاد زندگی ما و شما. این 6600 خورده ای آیه همش فرمول هست و قاعده هست که اگر بر مبنای این قواعد انسان زندگیشو ترسیم بکنه و این آیاتو مبنا قرار بده، قطعا تحولی بزرگ و عظیم در زندگی اون رو خواهد داد. یکی از این آیات اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. ان الذين جاهدوا والذین جاهدوا فینا. خوب دقت بکنید که این آیه درباره تلاشه، درباره بذل توان هست، اون چیزی که در توانته باید بگذارید، مایه بگذارید. از فراغ چیزی درست نمیشه، از فراغ چیزی حاصل نمیشه. از اینکه من دوست دارم کاری انجام بشه، خیلی ها دوست دارن دنیا رونق بگیره، تحولات خوبی ایجاد بشه، خیلی ها تمنا میکنن، خیلی ها آرزو دارن، ولی با اینکه دوست دارم آرزو دارم اینطور بشه که نمیشه. باید انسان تصمیم بگیره و اراده داشته باشه و قدم برداره و تلاش بکنه و تلاش رو جمعی شکل بده و توکلش هم به خدا باشه. قبلا هم گفتم که 3 عامل برای موفقیت لازم هست: یکی فکر، تفکر و یکی تحرک و تلاش و یکی توکل. خیلی ها شاید فکر مثبت و خوب داشته باشن، اما فکری که توأم و همراه با تحرک و تلاش نباشد، اون فکر مرده هست، اون فکر زنده و پویایی نیست، چون تحرک فکرها رو پویا میکنه. اون فکر نمود پیدا نکرده، چون در حد یک نیت بوده، در حد یک آرزو بوده، در حد یک فکر بوده، هزینه اون فکر رو پرداخت نکردن. فکر مثبت، چون هر فکری خصوصا تو زمان ما هزینه های زیادی باید پرداخت بشه. امروز در کل جهان اسلام و جهان غیر اسلام، بیشترین کسانی که در زندان ها هستن متفکرینن، دانشمندا و نویسندگان و فرهیختگان و علما و مخلصینی که اهل مداهنه و اهل مجامله و اهل چاپلوسی نیستن. پس تفکر خودش دوباره 3 مقوله داره: فکر کردن، مثبت فکر کردن، جهانی فکر کردن. خدا اگر فکری به من و تو داده، این سرمایه است که متعلق به کل بشریته، نه تنها به کل جهان اسلام. ثمره هر فکری برای کل بشریته. حالا این فکر مثبت غیر مسلمان داشته باشه یا این فکر مثبت مسلمان داشته باشه. پس فکر کردن و مثبت فکر کردن و جهانی فکر کردن، بعد میاد چه تزریق میشه با تلاش و تحرک، نمود پیدا میکنه. هر کسی کار میکنه اشتباه میکنه و خداوند متولی اشتباه اون میشود. هر کسی قدم برداره قطعا اشتباه های هم داره، لغزش های هم پیدا میکنه.
قرار شده ما مریض نشیم یعنی؟ بدن سالم قرار نشده تا آخر عمرش مریض نشه؟ خب در مسیر کار، در مسیر راه اشتباه هایم پیش میاد، اختلاف هایم پیش میاد. دو تا دوست هم فکری که برای یک برنامه ریزی کردن وقتی که فعالیت ها منشعب میشه شاید اختلاف نظر پیدا بکنن. خداوند متولی انسان های صادق و مخلص که دغدغه اصلاح جامعه خود دارند متولی اشتباهات اونها میشه و در طول مسیر اونها رو محک میزنه و چه مسائل جانبیشون برطرف میشه و یک چیز خوب و یک شخصیت خوب شکل میگیره. به خاطر که مغرور نشیم، عامل سوم برای موفقیت که توکل باشه اونم شرطه، که این کارهایی که من و تو انجام میدیم، توفیقاتی که نصیبمون میشه برای خدمت به خلق خدا، برای جامعه خود، همش برمیگرده به خودش. توکل یعنی سندیت خداوند در برنامه ها، این که عامل هر موفقیتی رو خدا ببینید و این جمله رو بگید: هذا من فضل ربی. انسان هایی که توکل به خدا دارند و قبل از اون تفکر مثبت داشتند و تلاش مثبت داشتند، توکلشون به بار می نشینه و این آیه در حق اونها صدق میکنه: و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. دیگه هر تیری تو بزنید به هدف میخوره، تو زدید ولی تو نزدید، ما اونو به هدف رسوندیم. این آیه قرآنیه دیگه، خداوند متولی شما میشه دیگه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا میاد دیگه، ان تنصر الله ینصرکم میاد. اگر خدا رو نصرت کنی، خدا شما رو نصرت میکنه. خداوند دفاع میکنه از کسانی که ایمان آوردن. و ایمانم دو طرف داره، دو طرف قضیه هست. یکی ایمانی که خودتو نجات بدید، این خیلی کم رنگه. یکی تقوایی که خودتو نجات بدید. یکی علمی و حرکتی که خودتو نجات بدید. و یکی انگیزه و تقوا و ایمانی که تو رو وادار بکنه برای خدمت به بندگان خدا، که اصل قضیه اون دومی است. ولی دومی مبنا باید داشته باشه که انسان خودش صالح باشه بعد مصلح باشه. وقتی که انسان نیتش خیرش متعدی شد، اینجا صفت ربانیت پیدا میکنه، چون خداوند خیرخواه بندگانش است و پیامبر صلی الله علیه وسلم خیرخواه امتش بود و خیرخواه بشریت بود. تلاش میکرد تا جایی رفت که فکرش رفت. پیامبر صلی الله علیه وسلم خروج فیزیکی از جزیره العرب نداشته مگر در سفر اسراء و معراج بعد از بعثتش، اما در خود جزیره العرب فکرش میرفت به روم، به فرس. حتی در غزوه خندق وقتی که صحابه به تخت سنگها و صخره هایی رسیدن که دشوار بود اونو از مسیر خندق دور بکنن، گفتن یا رسول الله کار تعطیل شده، کار به مشکل برخورده، شما یه نگاهی بیاندازید به این صخره هایی که در دل خندق هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد، پتکی رو گرفت و ضربه ای که زد گفت بسم الله الله اکبر. جرقه ای تولید شد از اون ضربه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که من قصرهای قیصر روم رو در اون میبینم. و ضربه دومی که زد جرقه تولید کرد، متلاشی شد، گفت در این ضربه قصرهای یزگرد رو میبینم، پادشاه فرس رو میبینم. با چه عزمی، با چه اعتمادی، با چه توکلی، مثل اینکه آینده روشنه و آینده روشن متوقف بر تلاش و توکل و حرکت و تصور مثبت و انگیزه های خوب ماست. انگیزه های انسان دوستی، انگیزه های خیرخواهی، انگیزه های مهربانی و شفقت، انگیزه های خوب، نیت های خوب، تفکرات خوب نسبت به دیگران، نسبت به هم نوعان خود. با این دید نگاه میکنه، ضربه به سنگ میزنه، جرقه میزنه،
میگه اون قصرها را روشن کرد و ما جز به همون جرخه هستیم. و اون تصور مثبت به آینده، اگر امروز در دامایی که جزوی از این مملکت پهناور ایران زمین نمازی داریم، عبادتی داریم، خانه برای عبادت خدا داریم، این نتیجه اون جرقه و اون تصور مثبته. امروز خیلی از کشورهای که در دنیا هستن دیگه کم کم نام محمد در سرد داره قرار میگیره. یک اسلام مدرن پیشرفته متناسب با زمان و همراه علم و تکنولوژی و تمدن و در اوج تعهد و اخلاقیات و در اوج طهارت و پاکی و الذین جاهدوا فینا، در باز کسانی که در راه ما، خوب دقت بکنی، و الذین اسم موصوله، یکی از صیغه های عمومه، همه کس میاد و الذین، بعد میاد جاهدوا، نه تنبل ها، اونهایی که تلاشگرن. جهاد، جهد یعنی اون چیزی که در توانت در طبق بذارید. والذین همه شامل میشن، تنبل و تلاشگر. ولی وقتی میگه جاهدوا، تنبل ها میرن کنار، حذف میشن. بعد میگه فینا، اونهایی که تلاشگر منفی هستن حذف میشن، خداوند با اونها کار نداره. بعد میگه فینا به خاطر ما، مخلص، خالص. پس ما جزو والذینه هستیم. وقتی که جاهدوا مطرح میشه شاید تلاشگر باشیم، وقتی که فینا مطرح میشه یعنی همش به خاطر خدا انگیزه خدایی داشته باشیم. خیلی ها میریزن، خیلی انسان هایی که شب و روز دارن میدون تلاش میکنن اما خالص برای خدا و جامعه نیستن، دنبال منافع خودشون، اونا همه ریزش میکنن. فینا یعنی اخلاص. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. خیلی ها مطالعه میکنن اما مطالعهشون و خواندنشون و قرائتشون به اسم رب نیست، اقرأ باسم ربک الذی نیست. مطالعه میکنن که بگن این عالمه، این دانشمنده، این فلانه، این حرفی داره، این میتونه فلانی رو مجاب بکنه. نتیجه چی میشه؟ والذین جاهدوا فینا، اگر والذین باشید، جاهدوا باشید، فینا باشید، لنهدینهم سبلنا. با دو تا از ادوات تأکید این فعل مضارع رو تأکید کرده، لنهدینهم. آیا تعهدی که خدا میده نیاز به قسم داره که برای بندگانش، یعنی خداوند اینقدر بی اعتبار نزد بندگانش که خدا را قبول نداشته باشیم که وعده شو با دو تا قسم تأکید بکنه؟ چرا چشم میزنیم تعامل با خدا؟ با همه کس کار کردیم، مالمون بالا کشیدن، آبرومون رو بردن، ورشکستمون کردن، بدبختمون کردن، چکامون رو برگ خورد، به همه کس اعتماد کردیم، چرا به اونی که چکاش برگه نمیخوره، اونی که خزینش همیشه پره، اونی که هیچ موقع بر نیاید این دو کار از این دو مرد، مردی از نامرد و نامردی از مرد، اون کسی که خلف وعده عمل نمیکنه، این صفات فقط درباره اون که فعال لما یورید هست. فقط یک نفر فعال لما یورید هست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امرش بین کاف و نونه. از یه چوب خشک میتونه دریایی رو درست بکنه. وقتی که حضرت موسی در مقابل دریا قرار گرفت و از اون طرف هم لشکر فرعونیان، قوم بنی اسرائیل گفتن موسی ما رو بین دو تا تنگنا قرار دادید، ما رو تو مضیقه قرار دادید، تو تنگنا قرار دادید. گفت کلا ان معی ربی سیهدین. کلا کلمه زجر و کلمه توبیخ. کلا دیگه این حرفا نزنید، در درگاه ما دل را
یک دل کن، آنچه غیر از ماست آن را یله کن، یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کار تو بر نیامد آنگه گله کن. کلا این معی ربی سیهدین. دیگه این حرفا نزنید کسانی که رو به خدا میرن. این معی ربی، خدای من همراه منه. سیهدین، هر طوری شده راهی رو برای من باز میکنه اگر تو دل این دریا باشه. گفت موسی عصای خشک تو بزن به آب. ما صبح مسلمانیم، زور میشه بین و بین غروب، غروب نماز مغرب خوندیم، به صبح نمیرسیم. وصال حق، گامی در راستای بیداری. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن یه روزی بر امت من میرسه که اونقدر ضعیف و متزلزل میشن که یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا. صبح نماز صبح خونده تا غروب کافر میشه. و یمسی مؤمنا و یصبح کافرا، یبیع دینه و عرضه به عرض من الدنیا، او کما قال صلی الله علیه و سلم، شرفش و آبروش و دین و ایمانش با یک چیز ناچیزی از دنیا می فروشد. ما باید تکلیفونو با معبودمون روشن بکنیم، با دینمون روشن بکنیم. اصلا میشه رو کسی حساب کرد یا نمیشه؟ میشه به مسلمانا تو خانه خدا امیدوار باشیم که هستن تو جامعه و حمایت میکنن وقتی یک حرکت خوبی برای جامعه ایجاد میشه، یا فقط میشنون و میرن بیرون؟ یه زمانی به شیخ ضیاء وقتی که شهید شد، بعضی هست همون کسانی که پشت سرش نماز میخوندن گفتن تقصیر خودش بود، میخواست سخنرانی نکنه، میخواست حرف نزنه، میخواست فلان نکنه، تقصیر خودش بود. جامعه‌ای که به استقبال لوتی میره اول شهر، زن و مرد ساز میزنه، همه دستمال بازی میکنن، به استقبال لوتی رفتن، قوال رفتن، بهترین ماشین براش فرستادن. آیا میشه رو همچی جامعه حساب باز کرد؟ در داستان حضرت علی رضی الله عنه میخوندم که شخصیت ایمانی و اعتقادیش اونقدر راسخ بود، همینطوری بودن که نوشته بود هیچ ظالمی و تبهکاری در طول زندگی این شخصیت به خودش امید نداد که یه روزی حضرت علی تو صفش باشه، بتونه اونو به دست بیاره. و هیچ مظلومی، صاحب حقی، ناامید نشد که این شخصیت یه روزی پشت اونو خالی بکنه. امروز جامعه متزلزل شده خاطر که راسخ نیستیم در مسائلمون. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. لام لام تأکیده، نونم نون تأکیده، فعلم فعل مضارع است. یعنی هر وقتی رو تلاش کردن، نصرت و حمایت ما هم تکرار میشه با تلاش اونها. هر روز که تلاششون و تلاششون نه یک تلاش متنوع شد، فاذا فرغت فانصب و الى ربك فارغب. چقدر این سوره رو خوندیم، میدونیم معنیش چیه؟ فاذا فرغت فانصب و الى ربك فارغب. میگه هر وقتی که از کار خیری فارغ شدید، نگذار بین کار خیر تو و مفید تو با کار خیر بعدی که شروع میکنید فاصله بیفته، فراغ بیفته. وقتی فاصله افتاد تو سرد میشید. میگه کار خیر و پایانش آغاز یک کار خیر دیگر شروع بکن که به هم وصل باشه. و میگه فنصب. فنصب یعنی چی؟ یعنی کار خیر سختی داره، تحمل باید بکنید.
صبر و بردباری باید داشته باشید. اذیت و آزار داره، چون راه بهشته، همش خار و خاشاکه. راه جهنم نیست که اتوبان و جاده اسفالت بدون دستانداز و موانع باشه، که آسفالت و استاندارد بدون دستانداز و موانع، چون راهش راه شهواته. اذا فرغت فانصب. نصب یعنی تحمل سختی. بعد دنبالش میگه و الی ربک فارغب. اگر میخوای از کارها برکت و بهره ببرید، باید اون کارها رو رنگ و بوی خدایی بهش بدید. حتی اگر معلم زبان انگلیسی هستید، معلم نقاشی و طراحی هستید. یه زمانی استوبناهای قدیم وقتی مسجد درست میکردن، خودش با کارگراش میرفتن وضو میگرفتن، خشتای مسجد رو میگذاشتن. ولی امروز مهندس تو مسجد هم داره محراب رو تنظیم میکنه، سیگارش رو دود کرده. خیلی چیزها به هم خورده. یک توبه جانانه لازمه و الی ربک فارغب. تو هر کاری مشتاق و راغب الی الله باش، راغب به سوی پروردگارت باش. لنهدینهم سبلنا. جالبه که خداوند میگه ما راه‌های منتهی شده به خودمونو نشونش میدیم، باز میکنیم براش. مگر راه رسیدن به خدا یک راهه؟ صدها و هزارها راهه. حتی یه لبخندی که یک غمی و یک باری را از برادری سبک بکنید، یه لبخند، اینم یکی از راه‌های رسیدن به خداست. تبسم کفی وجه اخیک صدقه. یه لبخند تو صورت برادرت بزنید، یه حرف خیری، جواب سلامش درست بدید، مصافحه درست باش بکنید. اینا همه راه‌های رسیدن به رضای خداست. پس یک راه نیست. نماز یک از راه هاست، روزه یک از راه هاست، زکات یک از راه هاست، صدقه یک از راه هاست، نوازش یتیم یک از راه هاست، علم یک از راه هاست، مهمان نوازی، سخاوت، شهامت و و. کاری به کافر و مسلمان نداره. انسان سه تا رحم داره، انسان سه تا برادر و خواهر داره. یک خواهر خیشاوندی، برادر و خواهر خیشاوندی، دو برادر و خواهر همکیش و مسلمان، و سه برادر و خواهر هم نوع و انسان، کافر هم باشه. شما میدونید این حصاری که بر غزه ایجاد کردن سه سال الان، تو این کشتی آزادی 600 نفر بودن تو یک کشتی، حتی یهودی هم بودن، از اروپا بودن. امروز دوباره یک کشتی از ایرلند حرکت کرده برای فک حصار غزه. و ترکیه واقعا هزینه کرد، 9 نفر از جواناش رو هزینه کرد. دنیا که الان بلند شده، تو شبکه ها نگاه بکنید که چطوری همش وقتی صحبت از غزه میشه، صحبت از اردوغان میشه، وقتی صحبت از ترکیه میشه، سبحان الله. ترکیه داره میره با این حرکتش که دوباره قطب جهان اسلام بشه، یک اسلام مدرن و زیبا و جذاب و متناسب روز. هنوز 2 میلیون خورده ای مسلمان ترک زبانه عثمانی ها در کشور آلمان هستند، که چند سال پیش خود آلمان تلاش میکرد که اونها رو بیرون بکنه، تا قلب اروپا پیش رفتند. من رمضان گذشته، نه رمضان قبلش، یکی از شبها پخش میکرد سفره افطاری در استانبول رو، شبکه الجزیره نشون میداد که شهرداری استانبول سالون رو ایجاد کرده بود، افطاری برای عموم، خیلی منظم. بعد یک مصاحبه کرد با یکی از اونها، گفت که اتحاد اروپا اگر میخواد ترکیه رو بپذیره که جزء اتحادیه اروپا بشه، این بار دیگه اگر میخواد ما رو بپذیره، ما با حجاب زنهامون باید ما رو بپذیره دیگه. ما حجاب زنهامون نمیذاریم، که خواهش میکنم ما رو بپذیرید، باشه زنهامون بی حجاب باشن. اگر میخواد بپذیره، ما رو با رمضانمون باید بپذیره، با نمازمون، با روزمون، با اخلاقیاتمون باید ما رو بپذیره.
جوانای عزیز، خصوصا اکثر این جمع دانشجوها هستن. 4 جهاد، 5 جهاد داریم. آخر آیه میگه و ان الله لمع المحسنین. هر کسی که نیکوکار باشه، نگفته عرب باشه، عجم باشه، حاکم باشه، محکوم باشه، تاجر باشه، فقیر، نه. و ان الله لمع المحسنین والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. و خداوند همراه نیکوکاران است. کسانی که محسن هستن، نه کسانی که حسن هستن. فرق بین محسن و حسن، شاید تو خوب باشی حسنی، ولی اگر خوبی رو به دیگران انتقال دادید، به فکر خوب شدن دیگران و اصلاح جامعه شدید، تو محسنین. خداوند گفته و ان الله لمع المحسنین، کسانی که نیکوکارن. 5 جهاد داریم: جهاد مالی، جهاد تبلیغی، جهاد تعلیمی، جهاد سیاسی و جهاد نظامی. و جهاد نظامی 5 جهاد: جهاد مالی، خونه 10,000 تومان 20,000 تومان هزینه بکنید، یا میگی باید برای مکتب خونه بچه هامون خیر پول بده، پول لواشک و پفک و چیپس و بستنی و آبیوش خودت میدید. ولی پول کلاس قرآنش باید 1 نفر دیگه بده. به مراتب پولی که برای پفک و چیپس و بستنی میدید و آدامس میدید، به مراتب از اون شهریه مکتب خونه بالاتره. حساب بکنید، باور کنید روز 2,000 تومان بچه داره میخوره، ولی مکتب خونه میگن ماهی 10,000 تومان، 2 ماه 20,000 تومان. ما 2 تا تقوا داریم: تقوای عام و تقوای خاص. قاطی نکنیم. تقوای خاص حاکم نماز خواندنش نیست، روزه گرفتنش نیست، تلاوت قرآنش نیست. چیزی که خداوند از حاکم اول بازپاس میکنه و اونو مورد مخاخذه قرار میده، تقوای خاصشه، عدالته. و تقوای یک تاجر متمکن، نمازش جای خودش، روزش، این تقوای عمومیه، تلاوت قرآنش، ذکرش، فلانش، همه چی جای خودش. تقوای یک تاجر انفاق برای نصرت دین خدا و بندگان خدا. تقوای یک مجاهد نماز خوندن، باید شمشیر دست میگیره، اسلحه از حد و مرز ممالک اسلامی. تقوای یک معلم و عالم، باید صادقانه و خالصانه تعلیم بده، این تقواشه. و تقوای یک دانشجو و دانش آموز، این که در کنار نماز خوندن و روزه گرفتن و ذکر و اخلاقیات بچسبه به درس، درس بخونه. و تقوای یک زن اینی که مردشو به عفت برسونه، که در هیچ مجالی دیگه اعتنایی به کسی نکنه. و تقوای یک مرد باید زنشو به عفت برسونه. و حلوم مجر را. پس تقوای خصوصی خیلی مطرحه. اگر شما یک تاجر هستید، متمکن هستید، بیاید به مکتب خونه بگید که شما هر چی کم آوردید، بچه های یتیم و فقیر، هر چی کم آوردید مال من، اونا فرزندان من، لیستش به من بده، 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر. برای ما جامعه اهل سنت زشت نیست که حقوق معلمین مکتب خونه که ماهی 100,000 تومان بوده، تو تیر و مرداد، گرمای طاقت فرسای تیر و مرداد، که عقیده و احکام و تجوید و تلاوت و حدیث و فقه و سیرت یاد بچه های ما دادن، تو تیر و مرداد از سال گذشته تا امسال 1 سال بمونه، اونم 2,000 تومان 200,000 تومان، ما 500,000 تومان بهشون میدیم. ولی وقتی ساز میاد دیگه نمیدونیم، 10 میلیون، 15 میلیون. امروزه دیگه برای خواستگاری 10-15 میلیون هزینه، برای خواستگاری ها، برای عقد دوباره یک هزینه، برای عروسی دوباره یک هزینه. از کجا آوردیم؟ طرف میره حج برمیگرده 10-15 میلیون پذیرایی میده، 10 تا دوربین، 20 تا دوربین گاو بردن تو فرودگاه، زیر پاش دارن خون میکنن. خونی که زیر پای کسی را رو پای کسی بکنید، اون گوشت حرامه، اصلا از نظر شرعی حرامه کسی بخوره. قل ان صلاتی و نسکی و محیای، زیر پای عروس داماد خون میکنن، پاشون بزنن تو خون، اون گوشت دیگه خوردنش حرامه. زیر پای حاجی که رفته گفته لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لا شریک لك لبیک، ان الحمد و النعمت لك و الملک لا شریک لك، آینه ماشینو زیر کشیدن تو آینه ماشین، رو جدر نشستن، بالای ماشین نشستن، از حاجی دارن همینجور بوق میزنن تا به خونه برسن. مسیر همه چیز داریم منحرف میکنیم. ولی اون چیزی که ما باید سرمایه‌گذاری بکنیم، ما سال گذشته حساب بکنید امسال 60,000 دانش آموز، یعنی
حساب بکنیم مکتب خانه ها یعنی سهام خداوندی، خداوند اونو چه سهامی کرده. یالا بیار 60,000 سهم لازمه، 60,000 سهم 20,000 تومانی. یه نفر 10 تا سهم بخره، یه نفر 5 تا سهم بخره، یه نفر 2 تا سهم بخره، نتیجهش چیه؟ بهشت فردوسه. جهاد مالی، جهاد تعلیمی، توی کدوم یکی شرکت میخوای بکنی؟ جهاد تبلیغی، جهاد سیاسی، اینایی که الان بالاخره به همچی رشد سیاسی رسیدن جهاد سیاسی کردن، و جهاد نظامی که هیبت مسلمان هاست. اگر این برداشته بشه، مسلمان ها، غیر مسلمان ها، صلیبی ها در مسلمان ها طمع میکنن، طمع کردن که آمدن دیگه، چون جهاد نظامی برداشته شده. شیخ زیایی رحمت الله علیه میگفت که 80% مسلمان ها بخیرن، 20% خرابن، که اون 20% بلنگو دستشونه. چه دقیق میگفت، خدا رحمتش بکنه. میگفت 80% مسلمان ها بخیرن، 20% فاسدن خرابن، ولی اون 20% بلنگو دستشونه، مرزها دستشونه، امکانات دستشونه. مصر که میاد شالده فولادین درست میکنه بین مصر و غزه که کمک نرسه به اهل غزه، ولی باور بکنید این حکومتش این کار انجام میده. اون 80 میلیون مصری اگر که یک ندای جهاد داده بشه، باور کن دختر و پسر همه میریزن. از نماز جمعه چی میخوایم؟ یه خطبه عربی بره بالا بیاد پایین که نفهمیم مسئولیت ما چیه؟ این غیرت ما حرکت نکنه، به جوش نیاد. بالاخره قافله داره حرکت میکنه، ما در جا نزنیم. همه تون امکانات دارید، اگر پول ندارید زبان خیر دارید، همینم هم ندارید دعای خیر. خدایا کسانی که کار میکنن من توانش ندارم، خدایا نصرتشون بکن. خدایا به همسایه پولدار من توفیق بده تا خیر بکنه. این دعا میتونید بکنید اگه فقیرید؟ تو این دعا که باور کن قفل دلش باز میشه. یه دوستی تعریف میکرد، میگو یک میلیونر با من رفیقه، یک مدرسه درست میکردیم، من پول داشتم که خودم 5-6 میلیونم بدم، ولی گفتم حالا این دستش اینطوریه، من باید کمک بکنم، اگر شده با 10,000 تومن دست این برادر میلیونرم باز بکنم تا یه خدمتی بهش بکنم. میگه رفتم پیشش، اگر گفته بودم 5 میلیون بده نمیداد، چون دستش بسته بود. گفتم این در شیشه میخواد 10,000 تومن پول شیشه. گفت باشه 10,000 تومن میدم. میگه من پول شیشه نمیخواستم 10,000 تومن، من میخواستم که این دست با 10,000 تومن باز بشه. یه بار که باز شد طعمش دید، بار دوم باز شد با 20,000 تومان، بار سوم با 30,000 تومان، کم کم جزء خصلتش میشه، جزء شخصیتش میشه دیگه، میره چه تو میلیون، کم کم تو میلیون. سال گذشته تو مسئله جامعه من صحبت کردم، یه جوونی آمد بعد پیشم درباره مکتبخانه ها، گفت شیخ من میخوام یه مبلغی برای همون مکتبخانه های جاس بدم ولی روم نمیشه. گفتم چرا روم نمیشه عزیز؟ گفت خیلی مبلغ کم ناچیزه، شما هم یه چیزی گفتی بالاخره اون حال ما بالاخره کمی عاطفه های دیری ما به جوش آمد. حالا معذرت میخوام که خیلی مبلغی که شرمنده است، یعنی برای کار خیر همچه مبلغی. بعد دست چکش در آورد 2 میلیون چک کشید. بگو شرمنده، معذرت میخوام که خیلی مبلغش کمه، ولی حالا این 2 میلیون. از قافله عقب نمونی، با درمی، با دعایی، با خدمی، با حرف خیری، با هر چی میتونید. 5 تا جهاد، درسته؟ جهاد مالی، جهاد تعلیمی، جهاد تبلیغی، جهاد سیاسی، جهاد نظامی، با هر کدومش که میتونید. خواهرها برادرها همه سهیم باشیم. این 60,000 نفر مکتب خونه امسال دیگه حقوق سال گذشته نمونه، یالا الان وقتشه تصمیم بگیرید. محله دامایی 2 میلیون میخواد، مثال دارم میزنم. خب روستاهای دیگه هستن، مناطق دیگه هستن که بیشتر میخوان. قرار نشده که 50 میلیون تو دامایی فقط برای دامایی، هرچی اینجا لازم هست مصرف میکنیم. جاهایی که حتی بعض روستاها رفتیم، رحلشون میدونی چیه؟ رحلشون، حالا اینجا ما پروژکتور نوردیم که نشونتون بدیم، رحلشون حلب روغنه، قوطی روغنی اینطوری وسطش خم کردن، رحل گذاشتن، رحلشون دمپایی ندارن. خیلی این عاطفه ما بالاخره این
حس خفته ما باید یک تلنگوری بخوره، بیدار بشه دیگه. بالاخره وقتی بیدار بشه که مفید باشه، اما غیر مفید باشه دیگه فایده نداره. موفق و مؤید و سربلند باشید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. وفقكم الله وسلم لن بشيد. السلام عليكم ورحمه الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب.